آیا رژه درمانی حقیقت داره؟ این سوالی بودش که همیشه توی ذهن من وجود داشتش. سعی کردیم یه سری مطالعات رو انجام بدیم و به نتایج خیلی جالبی رسیدیم. دوست داریم که این نتایج رو توی این ویدیو با شما عزیزان به اشتراک بگذارید. همراه ما باشید. اصلا انرژی درمانی از کجا شروع شدش؟ و تعریف انرژی درمانی چی هستش؟ تو دهه 1980 توی آمریکا دو کتاب نوشته شد با عنوان انرژی درمانی. یکیش کتاب راهنمای پزشکان بود و دیگری در واقع نتایج پژوهشی انرژی درمانی رو روی بیماران مختلف بررسی می‌کرد. به طور کلی یک سری افراد اومدن یک تعریفی رو برای انرژی درمانی ایجاد کردن و گفتن وقتی که ما توی بدنمون انرژی به اندازه کافی وجود نداره، این باعث ایجاد بیماری میشه. ولی اگر ما با انرژی دادن به بدن افراد جلوی خالی شدن بدنشون از انرژی رو بگیریم، این میتونه باعث از بین رفتن بیماری و یا به وجود نیامدن اونها بشه. حالا چقدر از نظر علمی این قضیه حقیقت داره؟ تو ادامه ویدیو به این قضیه میپردازیم. مرکز ملی پزشکی مکمل و جایگزینی ایالات متحده آمریکا اومده انرژی درمانی رو به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول انرژی درمانی توسط انرژی‌های شناخته شده هستند که به شکل فیزیکی اونها اثبات شده که وجود دارن. و دسته دوم انرژی درمانی به وسیله انرژی‌های ناشناخته هستند. تو حالت اول مشخص هستش. چیزهایی مثل الکترومغناطیس، پرتو درمانی، رادیوگرافی و خیلی مسائل دیگه‌ای که اومدن تو این دسته قرار گرفتن و اونها رو در واقع گفتن که به نوعی انرژی درمانی هست. اما تو دسته‌بندی دوم انرژی‌های ناشناخته شده رو استفاده می‌کنن تا درمان رو انجام بدن. اینها در واقع تکنیکایی هستش که بعضی از پزشکان به اونها اعتقاد دارن و بعضی دیگه اصلا اعتقادی ندارن. چیزهایی مثل تماس درمانی، تماس از راه دور و درمان از راه دور. اما وقتی بخوایم اون سوالمون رو جواب بدیم، باید در رابطه با هر دسته به این سوال جواب بدیم. دسته اول کمکشون به علم پزشکی کاملا اثبات شده و ما میدونیم که این دسته کاملا مفید هستن برای استفاده توی علم طب. به عنوان مثال ما میدونیم که از پرتو درمانی برای از بین بردن سرطان استفاده میشه. معمولا از پرتوها استفاده میشه تا اونها به سلولهای سرطانی بخورن و دی‌ان‌ای های آسیب دیده و سرطانی رو از بین ببرن. درسته که اونا باعث از بین رفتن سلولهای اطراف اونها که سالم هم هستن میشن، اما با توجه به تجربیاتی که از مسائل مختلف به دست اومده متوجه شدن که اون سلولها قادر هستن دوباره خودشون رو بازسازی کنن و شاید پرتو درمانی بتونه سلولهای سرطانی رو کامل از بین ببره و حتی ریشه کن کنه. یکی دیگه از مواردی که کاملا درمان اون اثبات شده هستش و میدونن که دانشمندان میتونه به ما کمک کنه، درمان زردی نوزادان توسط نور درمانی هستش. به اونها نور تابیده میشه تا بتونن در واقع اون مواد مضر بدن رو توی مدفوعشون وارد کنن و از بدنشون دفع کنن تا زردیشون پایین بیاد. اما هیچ وقت از نظر علمی اثبات نشد که گروه دوم از انرژی درمانی میتونه برای بشر مفید باشه. سال 2001-2008 اومدن یک سری تحقیقات رو انجام دادن و متوجه شدن که اصلا روشهایی مثل تماس از راه دور یا درمان از طریق تماس نمیتونه خیلی به افراد کمک کنه. شاید از نظر ذهنی و روحی برای اونها انگیزه‌ای بشه که بتونن با بیماری‌هاشون مقابله کنن، اما از نظر علمی و شواهد پزشکی چیزی یافت نشد که بشه در واقع به اون گفتش که باعث شده این مسئله و این نوع درمان فرد رو بهبود بده. سال 2014 اومدن یک سری تحقیقات رو بر روی بیمارانی که سرطان روده بزرگ داشتن بررسی کردن و دیدن که انرژی درمانی از نوع دوم اصلا نتونسته بوده به اونا کمک کنه تا بهبودی به دست بیارن. البته باید اینم در نظر گرفت که خیلی از انرژی ها رو شاید ما قادر نیستیم با چشممون ببینیم و اونها در واقع وجود دارن. شاید ما قادر نیستیم که میدان مغناطیسی رو کاملا با چشممون ببینیم، اما به هر حال این میدان وجود داره.
امیدوارم که از دیدن این ویدیو خوشتون اومده باشه و اگه این ویدیو رو دوست داشتین خیلی خوشحال میشم اون لایکش کنین و اگه تا الان کانال سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب کنین. منتظر نظرات شما توی کامنت ها هستم. ممنونم که همراه من بودید. خدا نگهدار.